بله، خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه است، 8 مرداد ماه 1402 برابر با 30 جولای سال 2023. در ایران محرم و در آمریکا هوا گرم. البته همه میدونید که ماه مرداد ماه خرماپزون هست یا رتبرسون، که خورمه ها میرسن و تبدیل به رتب میشن. دوستان عزیز، امروز با خانم زنوسی یک صحبتی خواهیم داشت. خانم نسترن زنوسی سالها هست که در کارهای خیر سهیم و شریک هستند و یکی از بنیانگذاران انجمنهای خیریه و کارهای خیر در این منطقه بودن. من ایشون رو حدود 20 و چند سال هست میشناسم و میدونم که ایشون و همسرشون و چند تا از دوستان به اصطلاح طبیب و کسایی که در کارهای بیمارستان و اینها فعالیت میکنن، فعالیت‌های زیادی دارن، حتی کودکانی رو از ایران میارن درمان میکنن و میفرستن اونجا. ولی امروز در یه رابطه دیگه‌ای میخوایم صحبت کنیم، امیدوارم کاملا گوش بدید. من در حین اجازه بدید من شماره تلفن ایشون هم اینجا بنویسم که بله، اینفو میشه 202-580-91-37 و اینجا جا گذاشتم براش. چرا میگم بنویسم؟ اگر سوالی پرسشی دارید در این مورد از خود ایشون سوال کنید، چون من راجع به این کیس زیاد نمیدونم. اجازه بدید این سیستم ما در اینجا تلفن 202-580-91-37. من باید کارها رو قبلا آماده میکردم ولی بیرون بودم، سر کار بودم دیگه، تا خواستم بیام اینجا بعد تماس گرفتم. یه مقدارم به اصطلاح حالت ارجنت داره یا حالت فوری داره و ما گفتیم بیاییم و این به اصطلاح صحبت رو با شماها انجام بدیم. اجازه بدید من این رو درست کنم بیام خدمت شما. یک اینی میذارم برای تاریخ امروز، افکت 5 که به شما میگه یک شنبه 8 مرداد 1402 برابر با نوشتم سانده، بله یک شنبه 30 جولای. برای یه لحظه فکر کردم شنبه هست، پنیک کردم. و اما اینجا می نویسم که شماره تلفن خانم دکتر زنوسی و شما میتونید بعد از برنامه با ایشون تماس بگیرید. از اون خواهش میکنم که سوالهایی که به اصطلاح بی ربط و اینها هست نپرسید، فقط در رابطه با همین کمکی که ایشون داره تقاضا میکنه اگه میخواین کمک کنید. البته ایشون گفته شماره تلفنم که گذاشتن به صورت این روزا خیلی راحت شده به وسیله زل، بعضیا زله هم میگن ولی زل زل هست، به وسیله زل شما میتونید پول بفرستید و کمک کنید. حالا من ساکت میشم، زنگ میزنم از خود ایشون بپرسین که داستان چی هست. متاسفانه داستان که چه عرض کنم، یه مقداری آدم احساس تأسف میکنه، هم بر خانواده مقتول هم بر خانواده قاتلی که ناخواسته به اینجا کشونده شده یا کشیده شده. اجازه بدید من تماس بگیرم با خانم دکتر زنوسی و این هم شماره تلفن ایشون. خانم دکتر زنوسی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. من یکی دو دقیقه قبل از اینکه با شما تماس بگیرم برای دوستان بیننده و شنونده گفتم
که آشنایی من با شما از حدود بیش از 20 سال قبل و به دلیل کارهای خیری هست که شما، همسر شما و دوستانی که با شما کار میکنن انجام میدید و من خودم یکی از شاهدین این ماجرا هستم. ولی امروز به غیر از اون کارهایی که شما کردید، به بچه ها کمک میکنید، به دیگران کمک میکنید، درباره یک ماجرای دیگه میخوام صحبت کنید که من به دوستان گفتم که خود خانم دکتر زنوسی بیشتر اطلاع دارن. میکروفون رو در اختیار شما میذارم، شما توضیح بدید برای دوستان. ضمناً شماره تلفن شما 202-580-91-37 زیر صفحه نوشته شده. اگه دوستان مایل باشن کمک کنن، که خیلی هم به اصطلاح باید سریع این کار رو انجام بدن، چون مسئله مرگ و زندگی یک جوانه دیگه، چی میگن، اتلاف وقتی لازم نیست و باید حتما این کار سریع انجام بشه. شما خودتون توضیح بدید برای دوستان و امیدوارم که موفق بشید که قبل از آگست 16، یعنی 16 آگست، جان این جوان رو نجات بدید. بفرمایید، این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم شما و حضرت علی و جاست هست که همقدر که شما راجع به گفتید که شاهد بودی تو فعالیت بنده، منم اینو بگم که سالها شاهد محبت، انسانیت و کمک های شخص شما، چه از طریق تلویزیونتون، چه شخصی، چه از طریق افرادی که معرفی کردید بودم و جاست از قدردانی کنم. مورد محمد حسین، یه جوان 21 ساله بود، یه ذره بالا پایین، شخصی هست که به خاطر یه مسائل به اصطلاح ناموسی دچار یه گرفتاری شده و دچار قتل غیر عمد کاملا و بدون مال یه مدارکی رفته بوده ظاهرا به دیدن شخص مقابل که اون مدارک رو در واقع بگیره یا کلیپ ویدیو رو، و متاسفانه به این را انجام میده. ایشون نه اسلحه برده بوده، نه تابو برده بوده، هیچ قصد نه آزاری داشته نه غیره. در هر صورت متاسفانه به اینجا میکشه و این شخص دچار این گرفتاری در زمانی که ایشون احتمالاً 15 ساله یا 16 ساله بودن. و بعد اون شخص متقابلم که متاسفانه خود رحمتشون کنه جونش رو از دست دادن، خانواده ایشونم دچار ناراحتی و عذاب و مصیبت از دست دادن فرزندش. در هر صورت الان دادگاه متاسفانه بعد از 4 سال یا 5 سال زندانی این شخص حکم اعدام داده بودن و دادن برای 28 خرداد 1402. از لطف یه سری افراد سرشناس و معتمد موفق شدن حکم اعدام رو از 28 خرداد 1402 بنزن به 25 مرداد 1402. در نتیجه تقریبا 15 روز وقت مونده و من اینجا دو خانواده مطرحند، یکی در حال رفتن و کشته بودن و یک خانواده ای که یک عزیزشون از دست دادن و این پول برای دیست، برای خانواده یه مقتوله، برای یه بچه یتیمیه که باقی مونده از اون شخص. موضوع یعنی به این شکله و من این مادر سرطان خیلی تهاجمی بدی داشتن و در حال درمان هستن. من از طریق دو مددکار مختلف، از طریق مددکار بیمارستان که با بیماران سرطانی در واقع در ارتباطن و از طریق یه مددکار دیگه در تهران با این کیس آشنا شدم و اونجور که بتونم شخصا انجام دادم، ولی پول من کافی نیست و مبلغ دیگه 42,000 دلار، اولش خب 120,000 دلار میخواستم، یعنی 7 میلیارد. و بعد لطف کردن پدر مقتول پول آوردن پایین دیگه رو و الان به 3 میلیارد
ولی گفته شده که ممکنه 2 میلیارد هم قبول کنن که قصاص انجام نشه. واقعا محبت فرمودن و من الان واقعا نیاز دارم که دوستان همراهی کنن که این مقدار پرداخت بشه، حتی به 1 دلار لازم. و این نیست که من حقیقتش بگم من امکان انجامش رو تنهایی ندارم، امکانش شاید قطعا داشته باشم، ولی اگه بخوام همه پولم رو تو این راه بذارم باعث میشه خیلی مددجوانه دیگه که داشتم رو قطع کنم برای یه مدتی، ولی نمیخوام چون اونام سرطان دارن، چون بچه های سرطان کتکن سرطانی هم، چون سالمندان دیالیزی هم، چون گروه زیادی از نابینایان انجمن نابینایان صحرای مختلف ایران هم. روی این هسته که desperately واقعا I'm asking و میخوام اونهایی که امکانشو دارن. جدا من در بنیاد کودک به صورت رایگان و داوطلبانه 6 سال فعالیت شبانه روزی برای کودکان ایران داشتم و مبلغ 2 میلیون و 100,000 دلار بهشون در طول این 6 سال از اعانه، یعنی جمع‌آوری از مردم و از پول خودم و اقوام نزدیکم جمع کردم. به هر دلیلی خود بنیاد کودکم قبول داره که امیدوارم با مدارک موجود قبول دارن که این پول به جاهایی که باید میرفته نرسیده. در نتیجه من خواهش بزرگی که از بنیاد کودک دارم و اگر میبینن برنامه شما رو اینه که از اون 2,100,000 دلار مثلا 25,000 دلار شو الان بدن که کار این جوان را بیفته و اعدام نشه. میدونین که اگرم اعدام نشه 2 سال دیگه حکم زندان داره و قوانین دولت یه طوریه که ظاهرم باید 7 سال اگه اشتباه نکنم تو زندان باشه زندانی، یعنی لااقل اعدام نمیشه 2 هفته. یعنی با این پول مسئله قصاصش برطرف میشه ولی مسئله جرم دولتیش که 7 سال هست، 5 سال زندان بوده تا حالا، 2 سال دیگه به اصطلاح برطرف میشه و ایشون میتونه به جای اینکه اعدام بشه میتونه یه عضو مفیدی باشه امیدوارم برای جامعه ایران، چون جوونم هست. دقیقا. و ایشون هیچ سابقه کار خلاص نداشته، ایشون یه خانواده محترمی هست که بدون پدر یتیم بزرگ کرد، مادر خیاطی کرد، سبزی پاک کرد تو خونه و الان دور و ندارشه برای درمان و زندگی دادن، ولی ندارن. و اینو 2 مددکار به من شاهد، یعنی دادن مدارک پزشکی رو من دیدم کاملا صفحه به صفحه و مدارک قوه قضاییه دادگستری رو صفحه به صفحه دیدم، کد ملی مدد اکسس تمام اطلاعات رو دارم. بله. خیلی ممنونم و از دوستان من خواهش میکنم اگر سوالی در این مورد دارن با خود خانم زنوسی مستقیما تماس بگیرن. البته خب ایشون چون بیشتر اوقات در بیمارستان هستن و کمک به دیگران اینها، یه جوری باشه که مزاحم وقتشون نشیم. اگر واقعا سوالی هست، من خودم یه سوالی دارم. شما الان بنیاد کودک رو گفتید، با خودشون مستقیم تماس گرفتید که ببینید؟ بله، از طریق نامه. بله. حتی گفتم اگر گفتن به این ادامه کمک نمی کنن، اینو گفتن بالاخره به 1 هفته یا 2 هفته گفتن، از طریق جناب آقای بیژن خلیلی جواب دادن روزنامه ایران شهر. ولی سوال من الان برای اون ادامه نیست ازشون. من اینجا 5 تا مریض فعال سرطانی تحت پوشش دارم. خب یعنی بنیاد نجات داره. در نتیجه بیان به اینا اگه کمک کنم، به اینا پول بدن، این باعث میشه خب من ما شما بتونید پولی رو که میخواین به اونا کمک کنید برای این جوان بذاری، یا تو ایران بدن. بله. یعنی اگه اونا قانونشون این هست که نمیخوان به یک کسی مجرم حتی
مجرمی که ناخواسته مجرم شده کمک کنن، اونا به اون برنامه‌ای که شما دارید به اصطلاح کمک کنن که دست شما باز باشه بتونین به این جوان کمک کنید. من از شما ممنونم. اگه صحبت دیگه هم هست، فقط شما چون اسم آقای بیژن خلیلی رو آوردین، یه مصاحبه هم با آقای خلیلی داشتید، من حتی برای ایشون هم نوشتم، اگه لینکش موجود هست برای ما بفرستن و ندیدم. نه اون به خاطر ایشون کسالت دارن الان. آها خب، امیدواریم حالشون خوب بشه بتونن این هستم که مریضن، ولی عنایت کردن، اون اینترویو رو انجام دادن، ولی باید این فردا دیگه تریتمنتشون تموم بشه، حالشون هم مساعد باشه که بتونن این لینک رو فورورد کنن. ضمناً جناب سربی، اگه بنیاد کودک این آپشن هم دادم، توی ایران نزدیک 1000 و شاید 100 بیمار تحت پوشش بنیاد نجاتن. اگر به اونا، به کودکان سرطانی و یا معلول ما کمکم بکنن، در حد 20,000 دلار الان. بله. این باعث میشه که من دیگه اونجا کانسنتریت نکنم، 20,000 دلار رو به مادر سرطانی بدیم. بله. در هر صورت اگه کمک کنن، به اصطلاح به همه کمک میشه، هم به این دوستی که به اصطلاح جوونی که ممکنه اعدام بشه 16 آگوست، هم به اونهایی که سرطانی هستن و احتیاج دارن. شما از بنیاد نجات صحبت کردین، این همون save30.org هست؟ بله. چرا این اسم یعنی چی؟ این اسم یعنی بله. چی save؟ بله، اجازه اگه بدین توضیح میدم خدمتتون. حتما. سیو اسم ارگانیزیشن یا بنیاد نجات یا سیو فاندیشن اسمای یعنی به اصطلاح افیشل و تکس آیدی و با مجوز جنرال اوفک فعالیت میکنه. بله من دیدم حتی اینا 501c هستن، یعنی دوستان میتونن وقتی کمک میکنن از تکسشون هم به اصطلاح دیداکت کنن یا کم کنن، درست میگم؟ دقیقا. بله بله، دونیشن، هر دونیشنی به سیف بنیاد نجات کاملا زیر نظر اکانتت خودشون. پس این کلمه سیف برای نجات اومده، سیف کردن، نجات دادن. بله. حالا یه صحبت نجات و جناب سوربی برعکس چاپ فاندیشن بنیاد کودکی، خیلی ها ما دنباله پول به طور کلی نیستیم. ما هدفمون ایجاد یه پول ارتباطی بین خیر در آمریکا با مددجو داخل ایرانه یا داخل هر کشوری، درسته؟ با. یعنی به علت این که ما یا گروه هیئت مدیره تک تک از خیریه ها ضربه خوردیم، تصمیم گرفتیم یه راه ایجاد کنیم که مردم با مردم، تلویزیون مردمان از طریق شما الان در ارتباط باشن. ما هدفمون جمع‌آوری پول نیست، اما در این کیس به خصوص به خاطر مسائل امنیتی که داره، نمیتونیم مددجو رو که در حال ادامه آدرس زندان، نمیدونم کل ملی مددجو، ولی اگه تو واشنگتن، ورجینیا، مریلند کسی هست که بخواد ببینه، الان ممکنه باشه همچه کسی، تمام مدارک رو من برم رویت کنن. فقط آفیسالی از طریق وکلایی که الان اینوالون اجازه فورورد هیچ داکیومنتی رو ندارم. بله. بسیار ممنونم از شما. من از دوستان خواهش میکنم که کمک کنن و اگر سوالی در این مورد دارن با شما تماس بگیرن. من همین الان در فیسبوک اون save30.org رو نوشتم که نوشتن save charity و از شما و دوستانم خواهش میکنم که اونها هم اگه این برنامه رو میبینن بیشتر توضیحات رو این زیر بنویسن، چون شما خیلی قشنگ توضیح دادید که اگه اونها برای اهداف دیگه کمک کنن دست شما باز میشه که به این قسمت به اصطلاح کمک کنید. بله. این سوالی که ببخشید من جواب ندادم، یادم رفت، فرمودید یعنی چی سیف 30؟ نه بعد فهمیدم دیگه، گفتم سیف یعنی نجات. بله بله، ولی شماره 30 رو خواستم توضیح بدم. بفهم. سازمان ملل، بله، سازمان ملل متحد برای حقوق بشر 30 در واقع
خون اسم فارسیش یادم نمیاد، 30 مورد داره که شامل حمایت از بشر و حقوق یک بشر میشه. ما در پروگرام هایی که داریم سعی کردیم این 30 مورد رو 100% انجام بدیم. برای از ضمنان سیف یک کلمه بسیار پاپیلر و دامنه وبسایت به این راحتی رو اسم سیف خریده نمی شد. در نتیجه ما اداپت کردیم کلمه سی رو از سایت یونایتد نیشن. بله بله، بسیار ممنونم از شما، از توضیحات ممنونم. شما و امیدوارم که آقای بیژن خلیلی هم حالشون خوب بشه. امیدوارم در برنامه‌های آینده به زودی شما خبرهای بهتری به من و دوستان بیننده و شنونده بدید. ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. بسیار تشکر از شما، خدا نگهدار. با امید دیدار، خدا نگهدار. خدا دوستان عزیز، با خانم دکتر زنوسی بودیم و شماره تلفن ایشون رو هم من گذاشتم. اجازه بدید من اینا رو درست کنم، این تاریخ و اینا رو اگه بشه یه کمی خودش درست عمل کنه. بله این هم اینجا. امروز یه مهمون دیگه دارم و کاملا متفاوت با این چیزی که الان گذشت رو شما به اصطلاح صحبت من و خانم زنوسی رو شنیدید. اجازه بدید اینو نمیدونم کدومش هست، اینو فکر کنم برای افکت 5. یه بار دیگه اجازه بدید من شماره تلفن خانم زنوسی و این چیز رو به اصطلاح اطلاعات اگه خواستیم بهتون بگم. اینجا هم نوشتم 202-580-91-37. من در مورد این کیس تا 2-3 روز پیش اصلا چیزی نمیدونستم، هنوزم آگاه نیستم، به دلیلی که خانم زنوسی دیدید که میگن که نمیشه به دلیل اینکه لابد چیزای وقت قانونی اینجوریه، یه سری قانون های میاد شما رو محدود میکنه. ایشون میگن ما حتی نمیتونیم اطلاعات رو فوروارد کنیم، ولی شما اگه سوالی دارید، اگه تو این منطقه باشید، میتونید با ایشون تماس بگیرید. میگن همه پرونده ها موجود هست و میتونن به شما نشون بده. و اما خب من برنامه قبل یک آقای رو به نام مصطفی اسکندری اسمشو گفتم و خواستم تماس بگیرم. فکر میکنم من اشتباهی به جای اینکه توی فیسبوک دنبالشون بگردم رفتم توی لینکدین. به همین خاطر بود که من نتونستم ایشون رو پیدا کنم و تعجب کردم، گفتم که ایشون الان یه صفحه گذاشته اینجا ولی عکس مادرشون رو گذاشتن. من دوستان پیشنهاد میکنم ببینید فیسبوک یعنی صورت شما، صفحه صورت شما، معمولا عکس خودتون رو بذارید. دیدم بعضیا عکس بچه‌شون رو میذارن اینها. من اولا نمیدونم مثلا بچه شما راضی عکسشو بذارید. تو همین کیس الان آقای اسکندری، آیا مادر ایشون راضی هست که عکسش رو به صورت عمومی بذارید؟ نکنید این کارا رو. بیاین مایی که همش به آخونده میگیم شما قانون من نیستید، شما چنین و چنان، اقلا خودمون کارهای غیر قانونی نیست، نمیدونم چی بگم، با رول اینها با واقعا آدم زبانش بند میاد. ببینید فیسبوک فلسفش این بود، اون پسره وقتی مدرسه میرفت گفت ما وقتی دیپلم میگیریم جدا میشیم، اون میره این ور اون میره اون ور، همدیگر رو گم میکنیم، شماره تلفنشون عوض میشه. اون موقع اصلا این تلفنای سلفون به اینجوری نبود. همین سلفون خودتون نگاه کنید، از اول پیدایشش تا حالا چند بار شما تلفنتون عوض شده، شمارش شرکتش عوض شده، تلفنتون عوض شده. بعضی شهرها دو قسمت میشه، اینجا 703 بود بعد شد 571، یه چیزی عوض میشه و اینها. ولی طرف گفت چه خوبه که عکسامون رو بذاریم، اسمامونم بنویسیم، بعد یکی که میخواد مثلا آقای مصطفی اسکندری رو پیدا کنه میزنه میبینه 6 تا مصطفی اسکندری میاد، بعد میگه آهان این یکیه. ولی خب من میزنم مصطفی اسکندری، عکس مادرش میاد. البته اون پایین عکس خودشون رو گذاشتن، گویا جلو وایت هاوس هستن،
این اکثر هم اومدن بهش افکت دادن مثل پشت میله های زندانه. ما بعض وقتا کاری نداریم کی چه کار میکنه، خودمون هر کاری دلمون میخواد انجام بده. حالا انجام میدیم. بذارید در همین رابطه ببینم اگه میتونم من با ایشون یه صحبتی کنم. بهشم گفتم آقا منتظر صندلی گرم و حرارت و داغ باش، چون چیزایی که شما میگید خیلی کانتروورشال، یعنی تو دست مثل کانتروورشال ثوری، یعنی توطئه دسیسه. اینجوری من فکر نمی کنم باشه که همه دنیا مثلا الان بایدن شده آیت الله، ترامپ شده مهدی موعود. اینجوری نیست عزیز من. اگه اینجوری بخواییم فکر کنی شما اصلا نباید فعالیت کنی، شما باید بری بشینی اونا برات تصمیم بذاری، با خودشون صحبت کنیم ببینیم. حالا تصویرم امیدوارم بیاد تو لودینگ با فیل تو استارت دی ویدیو کامرا. چرا ویو دیوایس سیتینگ اینجا یه دقیقه گوشی خدمتتون باشه تا من تصویر کامپیوتر و اینا رو درست کنم شما رو داشته باشیم. ای بابا من که برای شما نوشتم 4 شروع میکنم بعد از دکتر زنوسی میام خدمت شما، شما چک نکردی. اگه میخواین دیرتر بهتون زنگ میزنم حدود ساعت 5. مرسی. ساعت 5 به وقت خودم. الان ساعت شما چنده؟ اینجا 4:28. الو آها، یه چیز دیگه که من در ایرانیا واقعا رنج میبرم اینه که مثلا با هم تماس میگیریم توی صفحه ای داریم میگیم و مینویسیم و اینها، یه دفعه میرن یه جای دیگه میگن مثلا با تلگرام برات میفرستن، اونجا باهات حرف میزنم، این عکس رو با نمیدونم واتساپ میفرستن. دوستان من حالا آدم مهمی نیستم، ولی همین منی که مهم نیستم بیش از 20,000 نفر اینجا و اونجا، الان میتونم بگم 25,000 نفر یوتیوب و اینا رو هم بشمارم، 25,000 نفر اینجا و اونجا دارم. اگه هر یکیش بخواد من با فیسبوک صحبت میکنیم، بعد بگی بریم توی اینستاگرام، بعد بگی بریم تو واتساپ، بعد بگی بریم تو تلگرام، اینا رو هی ضرب کنیم میشه 100,000 تا. خب ما همین تو این چند تا دوستی که میخوان تماس بگیریم موندیم، حالا دیگه anyway حالا تماس میگیریم بعدن با آقای مصطفی اسکندری. من صفحه ایشون رو یک بار دیگه نشون میدم، خودتون برید نگاه کنید و قضاوت کنید در مورد ویدیوهایی که ایشون میذاره، در مورد نوشتهایی که میذارن. بذارید من الان یک قسمت از نوشتهاشون رو براتون بخونم. ببینید اینجا اینو خاموش کنم، بیام کامرای 3 رو روشن کنم. از بس دیگه حالا هفته یه بار برنامه میذاریم خیلی تنبل شده. ببینید دوستان، خب عکس آقای مسعود صدر و اینها نوشتن، اونا دو جزو دوستاشون هستن اینا، ولی ایشون ویدیوهای خیلی زیادی درست میکنه. این کسی هست که من اولین بار دیدم گفت من اینجا توی زندانم، بعد گفت البته اینجا زندان نیست. خب توضیح بدید اینجا چیه؟ کمپ، اردوگاه، چجوری به شما میگن اینجا باید زندگی کنی ولی شما آزاد هستی؟ من نمیدونم. یادم هم مثلا این شجریان وقتی مریض شده بود میگفت 15 سالی هست یه مهمانی اومده خونه ما نمیره. همه گفتن آه این آخوندا مأمور گذاشتن خونهش و مواظبش هستن. هم معلوم شد طرف سرطان داشته، ولی انقدر صداقت نداشت که به مردم بگه چجوری سرطان گرفته، راهش چیه. حتی شنیدم رفته بوده کشورهای دیگه که به اصطلاح عمل کنه، چین و اینجاها، ولی نمیدونم. ببینید ایشون نوشته که کلیه احزاب میدانند پس از سقوط رژیم حاکمان آینده صرفاً خادم و امانت دارند و نه هرگز ارباب بر ملت و ملت شریفمان. هیچ اربابی بر خود نمیپذیرید. پست 4 پیش من در پلتفرم آیت الله فیسبوک که لطفاً بخوانیدش فیسبوک. ببینید ایشون میگه فیسبوک آیت الله است، بایدن آیت الله است. آقا شما کیو قبول داری؟ یکم که من اینور برگشتم دیدم ایشون
شاه رو قبول داره. بعد عجیبه که از اون ور اینایی که مذهبی هستن مسخره میکنه دیگه، به حدی که من دیروز تماس گرفتم به ایشون گفتم آقا شما میدونی که شاه از بعضی از این آخوندان مذهبی تر بوده؟ یه لحظه ببخشید من اینو بردارم، نمیدونم چرا اینجوری میشه. گفتم میدونید که شما این شاه از بعضی از آخوندان مذهبی تر بوده؟ شما اون ماجرایی که ایشون میگه من حسبه داشتم وقتی پدرش تاجگذاری کرد، حضرت علی اومد به خوابش، یک شمشیر در دست راست ذوالفقار بود چون میشناخت، یک جام در دست چپ، جام و نوشید، فردا حالش خوب شد، تبش بریده شد. یا شما میدونستید این گفت که اون حتی سالی که بهش شلیک کردن میگه من نظر کرده بودم که فقط تیر به اینجام خورد، حالا چرا خدا که حواسش به این بوده اصلا اون سربازه رو نزده مثلا دم در بکشه ما نمیدونیم. یا گفت داشتم میرفتم نمیدونم امامزاده داوود از قاطر، چون اونجا باید با قاطر میرفتن، از قاطر افتادم حضرت عباس گرفته. البته شاه نمیدونست حضرت عباس دست نداره، من نمیدونم با چیش این آقا رو گرفته. یا گفت توی کوچه ای داشتم میرفتم با یکی از اعضای دولت، اونجا چیز بوده، اونجا حضرت مهدی آمده. دیروز پریروز این خانم فرح دست کمی از محرم پارتی در مصر و اینا نداشتن. آقای اسکندری عزیز من، من نمیدونم شما چند سالته ولی عمر و جوونیت با این دسیسه ها، با این حرفای مفت تلف نکن، برو دو تا چی درست حسابی بخون. حالا شما افتخار میکنید 4 سال پیش من در پلتفرم آیت الله فیسبوک که لطفاً بخوانیدش فیسبوک، جمله ها درست نیست، اونی که میخونه نمیدونه منظور شما چیه. خب ایشون نشته کلیه احزاب میدانن پس از سقوط رژیم، منظور شما کدوم حزبه؟ حزبای ایران؟ حزبای داخل ایران، خارج ایران، حزبای کشورهای دیگه؟ منظورتون کیه؟ چجوری شما میتونید جنرالایز کنید، عمومیت بدید و به همه بگید که همه احزاب میدانن؟ به نظر من بله. فرهاد میگه که آقای زمانه میگه در مصاحبه با اوریانا فالاچی گفت من کمربسته امام رضا هستم. بعد که از مملکت فرار کرد رفت، خبرنگار اومد بهش گفت که تا اونجایی که ما از شما شناخت داریم شما خیلی همیشه میگفتی خدا به من میگه اینجوری، خدا الان خدا کو؟ گفت خب لابد کار داره نمیتونه به من سر بزنه. اینا موجوده. اون خانمایی که فکر میکنن شاه خیلی دنبال مساوات زن و مرد بود، شاه چنان بلایی به سر همین فرح پررو آورد که در مصاحبه اشکش در اومد، گفت اصلا زنا آدم نیستن، زنا چیزی بلد نیستن، زنا خیاطی هم بلد نیستن، بهترین خیاطا مردا هستن، بهترین آشپزا مردا هستن. بعد باربارا والتر بهش میگه آقا شما این رو کردی نایب سلطنه؟ اون وقت میگی بلد نیست؟ خب بلد نیست یه حاجاهای دیگر رو میآوردی. بعد دوست عزیز شما به علت و معلول باور داری؟ میری دکتر میگه آقا از دیشب تا حالا اسهال دارم. راستی اسهال دارم درسته یا اسهال شدم؟ من میبینم خیلی از این جوانایی که برنامه یوتیوب دارن میگه اسهال شدم. تو شیراز ما میگفتیم اسهال گرفته یا اسهال داره. در هر صورت اولین سوالی که دکتر به شما ازتون میپرسه میگه دیروز چی خوردی؟ دیشب چی خوردی؟ دنبال علته. دیشب شما پرخوری کردی؟ رفتی یه بوفه خوراک $12 دادی؟ سردی و گرمی و سودا و صفرا و همه رو با هم خوردی؟ هی نوشابه هم خوردی؟ حالا ترترک گرفتی؟ که اسمش همون اسهاله. علت معلول. امروز اگه آخوندها اینجا هستن اینا معلولن، حالا مفعولم هستن بماند، که دیروز شاه همه جا رو بست، فقط مساجد رو باز گذاشت تا اینا بتونن برن و دیدید که چی شد دیگه. دنبالش وقتی شما میدونید دارید زندگی میکنید، من چیزی نمیگم. در اصل من برای ایشون نوشتم چون سوال کرده بود چه ساعتی، من نوشتم ساعت 4. بعد حالا که نوشتم بعد از
بله ایشون حالا نوشته چند دقیقه دیگه خوبه. آقا الان سال هاست که یه دستگاهی درست شده اسمش ساعته، کلاک میخوای میگن میزنن به دیوار، واچ میگن میزنه به دستت، فلان اینها. غروب میام دیگه گذشت، صبح میام، حالا صبح کی میای؟ صبح اول وقت میام. صبح اول وقت شما ممکنه 9 صبح باشه، اول وقت من 4 صبح. کی میای؟ 8 صبح. کی میای؟ 1 بعد از ظهر. حالا من به ایشون گفتم ساعت 5 کم کم یه 23 دقیقه دیگه تماس میگیریم ببینیم ایشون چی میخواد بگه. من دیروز باز یه نصیحت کردم، گفتم آقا درست شما اینو میگیری دستت حرف میزنی، اولا خیلی تند حرف میزنی، بعد هر 5 دقیقه یه ویدیو نیذار اونجا. وقتی هر 5 دقیقه یه ویدیو میذاری، طرف میگه خب اینم همونی که 5 دقیقه قبل گفت، به یه مناسبتی، به یه برنامه‌ای. مثلا حالا من خودم از همه تنبلتر، هر هفته که دارم میام اینجا، آقای زمانیان حتی از ایران زحمت میکشه میگه برم ببینم سربی این هفته‌ای که گذشت و من اینجوری شاهدش بودم، سربی چگونه نگاه میکنه به این مسائل، از محرم گرفته، از آهنگ مرغ سحر در یزد خوندن گرفته، از آهنگ چیه اون که 100 خورده سال پیش گفتن، از خون جوانان وطن لاله دمیده. من فکر میکردم این مال فرخیه، ولی نه، این اصلا دوره قاجار بوده اگه اشتباه نکنم، دوره رضا شاه هم نبوده. و اون موقع که میگه از خون جوانان وطن، منظورش هم سیاوش بوده. اتفاقا اینایی که الان خیلی به محرم گیر میدن، برن یه ویدیویی، خیلی ممنون یکی از دوستان نازنین برای من فرستاد که آقای مشیری توضیح میده، میگه آقا این محرم به یه صورت دیگه ایرانی ها داشتن، برای سیاوش میرفتن. حالا من نمیدونم سیاوش مگه داستان نبوده، این سیاوش پسر کدوم شاه بوده که ننش زن باباش میخواسته بپره؟ عجب موزل و مشکلی ما داریم. داستان رو آوردیم کردیم تاریخ، حالا خودمونم توش موندیم. بعد میگه آقا اینا بوده، بعد که حالا این ایرانی ها شیعه شیعه شدن، کاسه از آش داغ‌تر، اون عزاداری برای سیاوش خونش میریزه لاله دمیده. لاله ها دیدید معمولا سرخه، این جایگزین اون شده. و خود این محرم هم توی سالها تغییر شکل پیدا کرده. من یادمه این یکی جشن صاحب زمان بود، این صندلی ما دوباره به صدا افتاده، شما هم که حمایت نمی کنید. نه، یه نفر حمایت کرده، ممنونم ازش، اجازه بدید 70 خورده دلار با چیز فرستاده. بذار بینم این عکسه میتونه بیاد اینجا، یا 75 دلار. نمیدونم چرا عکس ها که میاد اینجا اینجوری میشه. ببینید الان بهتون نشون میدم، پلیر 2، یه لحظه، پلیر 2 ببینید. حالا عکس ها من اینجا باز میکنم، کسی اگه میدونه چرا توی اون سیستم اینجوری میشه به من بگه تا درستش کنم. چند مدت این وید بلستر این کارو میکنه. خب سلکت ایریا، ببینید زیر یوتیوب، حالا ضمن تشکر از ایشون این رو ما نشون میدیم که شما هم به اصطلاح همت کنی و حمایت کنی. نگاه کنید دوستان، برنامه های تلویزیون مردم رو که میبینید، این یوتیوب، اینجا نوشته جوین، یعنی پیوستن. شما میتونی به پیوندی به ما، مای 99 سنت، 4.99، 10.99، مای 1000 دلار، 100 هزار دلار. به غیر از اون، یه نفر حالا امروز مثلا میخواسته بره چلو کباب بخوره، نرفته، نشسته پای صحبت، بعد میگه اوکی آقا این 30 دلار رو ندادم، 10 دلارش رو میخوام بدم تلویزیون مردم. اینه، بهش میگن سوپر تانکس، این اس تانکس، اوکی؟ یه نفر این پایین به نام امید 74.99 دلار حمایت کرده، لطف کرده و نوشته لانگ تایمر لیسنر، long timer listener, first timer donating, thanks for all you do. میگه من مدت ها شنونده شما بودم، ولی اولین باره که حمایت میکنم، متشکرم از کارهایی که انجام میدی، منم از شما متشکرم. پس دوستان یادتون باشه این ماوس رو زیر این چیزا
بچرخونید ضرر نداره، کسی همون موقع دستونو نمیگیره که بیاین پول بدید، ولی اگه خواستید حمایت کنید میتونید انتخاب کنید. یک چیزی داره اینجوری میچرخ میکشینش میارینش، از 2 دلار میره به بالاتر. و اما آقای فرهاد از بس فیسبوک اذیت میکنه، این هر هفته باید با یه اسمی بیاد، نوشته آقای سوربی چرا شاه با ایرانیان مصاحبه نکرده و هرچی مصاحبه کرده همش با زبان انگلیسی با خارجی ها هست. آقا زدی به هدف، آفرین، دمت گرم. آقا شاه ایرانی ها را آدم نمیدونست. بعد شاه به خاطری که چند سال وقتی جوان بوده با این همه معلم و اینها رفته بود سوئیس، 2 زبان فرانسوی و انگلیسی یاد گرفته بود که ای کاش نگرفته بود. اگه این زبانها رو بلد نبود دیپلمم که نگرفت. دیگه اینقدر دهن گشادش رو باز نمیکرد حرف بزنه، میذاشت 4 نفر که بلدن حرف بزنن، ما به اینجوری نمیشدیم. نمیمد سال 75 بگه 79 من دیگه به شما نفت به این قیمت نمیدم که اونا درست سال 79 کله پاش کنن. امروز دیدم آقای رامین اعتبار، آقای رامین اعتبار دکتر مملکت ما، همشهری منه، یه عکس انداخته بذارید من بهتون نشون بدم. نوشته هر جا دیدید یک آدم باسواد از مذهب و اینها صحبت کرد، فکر نکنید دوستان من دارم اینو اغراق میکنم یا دروغ میگم. ببینید خدا کنه باشتش برش نداشته باشه، چون من برش نوشت. آها ایناش رو نگاه کنید، دکتر رامین اعتبار، همه ماشاءالله دکترن. دکتر شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. ببینید این آقا چی نوشته، نگاه کنید، بیارش بالاتر. خب اینه دکتر رامین اعتبار. اینه من قدیما دوره‌ای که هی پول میداد کمک میکرد به اون فروتن و اینا، چند بار باهاش صحبت کردم، معلومه که خیلی احساساتیه، الان دیگه دوربر چیز هست. آقا پدرام همینجا وایس، من میخوام راجع به شما هم صحبت کنم. بله ببینید دکتر مملکت ما، طرفدار رضا پهلوی، طرفدار پادشاهی، چون خب باباش پولدار بوده و اینا از عکساشون معلومه، و میگه هر وقت یک آدم تحصیل کرده ای را دیدید که به دین و امام و پیغمبر و بهش چسبیده است، این یک اولاغی است که چند کتاب بارش کرده. آقای اعتبار دیروز فرخانم با یه مشتی از خودش عقب افتاده تر که یکیش میگفت شوهرش نابینا شده، فرخانم بذار دستتو ببوسه، بعدم همین میگن معجزه شد بینا شد. دیروز و پریروز تو 3 روز پیش این خانم فرع پهلوی محرم را انداخته بود اونجا. آقا نکنید خجالت بکشید، اینا هفته پیش رفتن صلوات پهلوی درست کردن، نه صلوات بخونن برای پهلوی ها. شما یه تسبیح بگید دست چند تا دونه داره، چند تا مهره داره، از صبح تا شب برای خودت صلوات بفرست به پهلوی و فلان. ولی این احمقا رفتن اونجا گفتن اللهم صل محمد رضا پهلوی و آل پهلوی. اون وقت شما میگی اینا اولاغن که کتاب روشونه، خب ما که میدونیم، پس اقلا سر یک چیزی با هم دیگه تفاهم داریم. این دوست ما آقای میرغفاری که ادعا میکنه سالهاست منو میشناسه و من روز برش نوشتم خیلی عجیبه، شما ادعا میکنید اینو منو این همه سال میشناسید، هی تقاضا میکنید من عکس بفرستم، اینو بفرستم، اونو بفرستم، ولی هرگز حمایت نکردید. گفت وضعم خوب نیست، وضعم خوب بشه حمایت میکنم. یادم افتاد به این ابوالقاسم صمدیان، اونم دکتر بود، میگه آقای سوربی من همه پولامو دادم تلویزیون شاهولایا، بعدم فهمیدم همه دروغگو، هم تو صادقی، حالا که پول نداشت اومد سراغ ما. اوکی بعد میگه حالا من هر روز بلیت لاتاری میخرم، هر وقت برنده بشم یه کمک بزرگی به شما میکنم. جالبه بعد که فوت شد بچه هاش با من تماس گرفتن، ما گفتیم خدا بیامرزد، بالاخره یکی پیدا شد که اسم ما رو تو وصیتش نوشت.
حالا میخوان یه چیزی به تلویزیون مردم بدن. دیدیم نه، گفت پدر من فوت شده، دیدم بعض وقتا شما ایمیل میفرستید هنوز و اینا، میخوام بگم این فوت شده. گفتیم بابا خدا بیامرزش. اونم ببین آقای پدرام خان، من اومدم تو تلویزیون نشستم، از مدرسم میگم، از شیراز میگم، از تجربم با تلویزیون رنگارنگ میگم، با مهران صدری میگم، با بچه های رادیوی فیرفکس میگم. شما یه آدمی هستی که عکست هم حتی فکر نمیکنم عکس خودت باشه، اون وقت به من میگی من شما رو خیلی دوست دارم، من باید من به جذبات مثل دیگران بیام بگم من همه تون رو دوست دارم، من اصلا نمیشناسمه. من چجوری میتونم کسی رو که نمیبینم، نمیشناسم، باهاش صحبت نکردم دوست داشته باشم؟ خب این که میشه مثل همونایی که میگن خدا هست، ما خدا رو خیلی دوست داریم، اونم ما رو خیلی دوست داره، ولی گفته دهنتون سرویس میکنم، از این ور امتحانتون میکنم، از این امتحان اگه خوب در اومدین یه امتحان سختتر، از اون یه سختتر، آخرش میخوام من شما رو یه جوری مچاله کنم بندازم تو جهنم. عزیز من، یا شما فیک فیک هستید یا یه آدم بسیار نازنین و ساده لو. در هر دو صورتش من کاری با شما ندارم. اگه فیک هستی که اصلا کاری باید ندارم، اگه خیلی آدم خوبی هستی ولی ساده لو هستی اصلا خطرناکی. این چیزایی که می‌نویسی، خب خانم آقا شبخیز اومده اینجا یه شب نمایش داشته، ما هم رفتیم اونجا، سلام علیکم. من شبخیز رو تو زندگیم دو بار دیدم، من رابطه‌ای با شبخیز ندارم، با دیگران ندارم. آقای فرزان دلجو هم بود، دیگران هم بودن، با همه سلام علیکم. اون شاهین هم بود. شما تلویزیون رو یه جور دیگه دیدی، یه چیز دیگه برای خودت تصور کردی، اینجوری نیست عزیز من. تلویزیون یه واقعیتیه، یه نفر اومده به این وسیله نظرات خودش رو بیان میکنه، امیدواره که شما با 6 تا دوست اینو شیر کنی، بفرسی. بعد برگردیم سراغ این دوستمون که آقای زمانیان که میگه که چرا با ایرانی ها حرف نمیزد. بعد دلیلش این بود که این اولا خیلی فکر میکرد، به قول شیرازی ها میگن هنونوی کرده، یعنی شاخ قولشو کنده، بعضی ها میگن چیز قولشو کنده که دو تا زبان بلده. در صورت که همون موقع ما کسایی داشتیم 5 تا زبان 8 تا زبان مترجم زبانهای مختلف بودن. خب که چی؟ زبان بلدی؟ برو یه دار ترجمه واسه که بشین اونجا یه صفحه کاغذ ترجمه کن 15,000 بگی. اصلا خراب بود این. من نمیدونم، همه میگن این آقای دکتر هلاکویی مسابقه کرده با میبودی، میبودی با مهارت خاص اینو کشید وسط که الان که همه میگن شاه شاه، آقای میبودی تا هم بیا بگو شاه، فردا شاه یه طور شو. میبودی اومد گفت نه آقا، من 2 سال قبل از انقلاب از ایران فرار کردم، میدونستم که داره اینجوری میشه. میگه من تو رادیو تلویزیون بودم ول کردم، تو اداره نمیدونم دارایی فلان بودم ول کردم. میگه خراب بود. میگه شاه یه آدم مالی خولیایی بود، میگه شاه یه آدم چند شخصیتی بود، بعد میگه شاه یه آدم ترسو بود، بعد میگه شاه یه آدم نگران بود، شکاک بود، همیشه فکر میکرد همه میخوان بکشنش. خب اگه میترسی بیا بگو من شاه نیستم، بهش تا بگی من شاه نیستم، دیگه کسی کاری نداره که. ولی اگه گرگر عاشق راسخیز مردن نه راست، مردار بود هران که او را نکشن. طرف میاد جلو میگه من میخوام برم کشته بشم در راه وطن. این مرده که چمدونش حاضر بود. دیدید اینایی که میخوان بزان، خانمایی که میخوان وضع هم کنن، جدیدن اون وقتا که بعد وقت زور میزده و میرفتن ماما میبردن، باید یک کیف داشته باشه که روزی که گفت اینجوری و علائمی داره، کیسه آبش پاره شد، فوری شوهرش برداره ببرتش با ماشین بیمارستان. شاه مثل یک زن حامله منتظر این بود کیسه آبش پاره بشه، چمدونش حاضر بود بره، هی فرار. همین دفعه هم که رفت فکر کرد فردوس برش میگردونه، فکر کرد فردوس هم یه احمقیه مثل پدر زاهدی. اون چه لجنی بوده، ارچیر زاهدی و باباش. ولی دید نه، فردوس ازش کینه داره، فردوس رفت با آخوندا. البته بعد میگن آخوندا پدر اونم چیز کرد. خب آقا چند سال منو دنبال میکنی؟ ممنونم. خب چی کار کنم من؟ پاک کن آقا اینا ننویس.
شما منو دنبال میکنی برای چی؟ من که اینجا هستم، تو برنامه ها هستم. چیزی یاد گرفتی از من؟ یاد گرفتی که اگه امروز میخوای بری ساندویچ بخوری، نری ساندویچ بخوری، پولتو بفرستی به یکی کمک کنی، بعد به سوری بگی من امروز رفتم دم هوم دیپو $10 دادم به یک کارگری که ساعت 12 وایساده بود؟ اگه یاد نگرفتی بی خود دنبال من هستی دیگه. حالا نمیخوام اینجا بیشتر از این. عزیزم فیک نیستم، خیلی ممنون، متشکرم. خودت پاک کن اینا رو، چون میخوام جا باشه دیگرانم اگه اومدن بتونن چه بینیستن. اون قسمت اولش رو نگه میدارم. درود بر شما، درود ورود، مرسی. خب اینم از این. و اما با خانم دکتر نسترن زنوسی بودیم. این برنامه به زودی میره روی یوتیوب. ما مثل آقای بریژن خلیلی و کانال یک نیستیم که این برنامه که امروز میذارن 6 روز دیگه بره روی چیز. این برنامه باور کنید بعضی وقتا قبل از اینکه چراغا رو خاموش کنم و اینا، از اینجا برمیدارم میذارم روی یوتیوب، بعد میرم دستشویی و یه آبی میخورم و میام وای میسن تایتلش رو اینا مینسن. و خود شما شاهدید از 2003 تا حالا که ما با یوتیوب و با این بایگانی و اینا آشنا شدیم، همه برنامه اونجاست. هیچ چیز هم بر نمیداریم. اگه یه حرفی اشتباه زده باشیم میذاریم دیگران بیان بگن آقا اینو اشتباه گفتی، ما میان میگیم اینجا اشتباه گفتیم، آقای پدرام درست گفت، ما از شما عذر میخوام. آقای پدرام خان شما بیا حرف بزن، صحبت کن. این شماره تلفنی که زیر اینجا میاد اگه باشتش افکت دو، این برای خنده نیست، برای اینه که شما زنگ بزنی، پیام بذاری، به دو سه نفر دیگه بگی، بگی آقا من 20 سال بیننده سوربی هستم، قبلا یه باورای دیگه داشتم، این وقتی اون من صحبت کرده الان میرم تحقیق میکنم باورای من عوض شده. اون وقت سوربی جون میگیره، انرژی میگیره. مثل معلمی هست که ببینه همه بچه‌هاش مثلا تو کنکور شرکت کردن، رتبه‌های اول کنکور رو آوردن، همه قبول شدن. کسی که نمیاد به معلم پول بده. کدام یک از شما وقتی قبول شدین تو کنکور برگشتین برین $100 به یه معلمی بدین؟ ولی معلمه خوشحال میشه، افتخار میکنه، من دنبالت میکنم، من عاشقتم. اینا رو با همون شبخیز و اینا زنگ بزن، آقای شبخیز ممنون از برنامه خیلی خوبتون، اصلا اگه شما نباشی من یه شب نمیخوابم، والا ما بیافتیم بمیریم شما فردا یه کانال دیگه پیدا میکنی اونو دنبال میکنی. به خودتون دروغ نگید، یعنی به من دروغ نگید، چون من مجبور میشید به خودتونم دروغ بگید. خب بذارید یه چند دقیقه دیگه بگذره بریم سراغ آقای مصطفی اسکندری، ببینیم این آقا چی میگه. فیسبوک آیت الله، خب استفاده نکن. بایدن آیت الله، خب آمریکا بایدن است. آلمان فلان. امروز آقای دادرس عکس یه نفر رو گذاشته، طرف بذارید من برات پیدا کنم. آقای دادرس، بله فرامرز دادرس، ایشون هم یکی از اوناییه که اول که این امکانات تلویزیون و اینا نبود میمد این برنامه صحبت میکرد، برنامه بسیار خوبی اجرا کرد. الان که این امکانات هست خودش هم وارده، قشنگ برنامه میذاره و صحبت میکنه. حتما نگاه کنید. بذارید من صفحه ایشون رو به شما نشون بدم. کامرای 3 اینجا میان اینو زیرو میکنیم. اوکی، اینه آقای فرامرز دادرس. اسم فرامرز دادرس اینقدر ساده هست که هیچ کدومتون اگه بخواید اشتباه هم بنویسید نمیتونید. فرامرز دادرس. خب حالا میان پایین، آیت الله رو گذاشته، هیچی فلان اینها. یه آقای رو، آها این آقا، اتفاقا من اینو که دیدم فکر کردم این آقای شاهرخ طباطبایی بود که داداشتم اینجا کشتن و اینها. البته اون هیکلش به این چاقی و پیری و اینها نشده بود، چون چند سال ندیدمش یه دفعه فکر کردم اونه. ببینید دوستان، نوشته با دیدن این کلیپ به عمق فاجعه‌ای که به سر ایران آمده است بیشتر پی خواهید برد. یک ایرانی که اگر تاریخ این چنین رقم نمیخورد امروز در کشورش زندگی میکرد، از کجا مطمئنی آقای دادرس؟ اینایی که طرفدار شاهند زمان شاه هم ایران زندگی نمیکردن، تفریحاتشون افتخارشون این بود که برن پاریس. ما رفتیم آلمان، رفتیم بعد از واینختن یه مشتی آشغال خریدیم اومدیم، یه ماشین هم آوردیم، 4 تا جوراب استارلایت هم دادیم، نمیدونم تو را به سربازای ترک و فلان و اینها، بعد هم میمدن ایران. حالا این آقای مثل که سندش هم همچین زیاد نیست، ولی ببینید این آقا نشسته. دوستان من این عکس رو بزرگ کنم،
که شما ببینی تو همین اتاقی که هی میگه به من اتاق، به من خونه نداده آلمان. نگاه کنید دوستان، من اینجوریش میکنم بنده خدا، پاشم بهتون نشون میدم، چون پاشم نمیدونم مرض قند داره چی داره. نگاه کنید دوستان، توی اینجا عکس رضا پهلوی از صورت خودش بزرگتر. حالا اینجا نمیدونم جاروبرقی هست و سیم هست و این پاکت نامه و آدم نامنظمی هم هست. البته خب اتاقش کوچیکه. والا بلا ما اگر تو سربازی تو کمپ یه اتاق انقدی داشتیم، روزی 10 بار برای اونا نماز میخوندیم. خب بگذاریم، ایشون میگه که اومده آلمان بهش خونه نمیدن، اینجا تو کمپ زندگی میکنه، حالا دنبال وکیل میگرده. من براش نوشتم آقا اینا، نوشتم اینزی دوستان نگاه کنید، او به من هرچی میگم اینجا نوشتم وکیل مساوی رضا پهلوی. یه دوستی به نام علی شاهرخ نوشته این وکیلی که شما معرفی کردین هم خیلی بیناخون است و هم وقت ندارن، مسخرش میکنن. چون این مردک خودش اومد گفت من وکیلم، کسی که اصلا نخونده. در اصل این آقا شکایت میکنه که پاهاش داره سیاه میشه، بعد میگه البته یکی میاد اونجا کمکش میکنه، اسم اونم گفت، برید تو صفحه آقای دادرس اگر وکیلی میشناسید توی آلمان. من برای آقای دکتر شهرام امیر موثقی میبرد. بفرمایید. آفتاب آمد دلیل آفتاب، میگه ایشون دروغ میگه. منظورت همین آقا هست آقای موثقی؟ وقتی میبینیم بنویسین این آقایی که مثلا اینجوری میگه یا اسم میگه، میگن چون با تأخیر ما میبینیم چیزها رو. بذارید من یک لحظه این تصویر اینجا، امروز دو تا چیز گذاشتیم ما، بذارید براتون بگم، میخوام بهتون نشون بدم که رنگا چقدر فرق میکنه. افکت 7 یا بذارید از این ور دارم. نگاه کنید دوستان، دوربین به دوربین چقدر فرق میکنه. البته تنظیمات دوربین هم مهمه. بذارید من اینو 16:9 اینجوری بیارم تو این. خب این حالا میشه کامرای 3، بیارمش اینجا پلیر. حالا طرف میگه آقا برو اینا رو یاد بگیر بعدن بیا انجام بده. والا همه رو بلدم، از بس دیگه الان چند مدت اسلو شدم. بفهم، اینو میذارم 0، کامرای 8. نگاه کنید دوستان، دو تا دوربین. اولا کیفیت ها چجوره؟ بذارید من اینو یکم شاد بتونم بهتر کنم. آتو whatever، آتو کی، اوکی. شاد بهتر بشه، اوکی. بعد ببینید پیرن من اون قرمزی نیست یا صورتی نیست، تقریبا زرد رنگه. صورت منم که به اون قرمزی نیست، منظورم اینه ها. میبینید که این یکی این طرف در اصلا ولش کنه، اینقدر بده که اصلا خاموشش کنیم بریم سراغ کار زندگیمون. بله بیا اینجا، اینه. بعض وقتا یه مشکلاتی داریم، مشکل نور هست، مشکل صدا هست، مولان چیز کنیم. میگه بله همین آقا دروغ میگه، حتما یک عنصر مفتخور هست که انتظار دارد همش همه چی براش آماده کنن بگن بفرمایید. من به مطمئنی شما حرف نمیزنم، ولی از این که خب این هیکلش که ماشاءالله چاقه، اون هم نوشته کابوسی هم نوشته حتما ایرانیه. خب ببینیم دیگه کیه. دوستان عزیزی که این نوشته هاتون میره بالا و من نمیتونم بخونم، ازتون عذر میخوام. و در هر صورت بذارید یه بار دیگه زنگ بزنیم با آقای مصطفی اسکندری. هفته قبل ما رفتیم توی لینکدین دنبالش گشتیم، نبود. این هفته با چند بار نامنگاری و صحبت کردن قرار شده بتونیم با هم صحبت کنیم. این هفته ایشون حالا نبود، حالا امیدوارم باشه. اگه نباشه دیگه ما با ایشون کاری نداریم. اینم صدای تلفنش فیل تو، ببینیم حالا وصل بشه. تصویرشو من بذارم اینجا. بله آقا، ویدیوی شما رو من ندارم آقای اسکندری. سوربی هستم از تلویزیون مردم.
شما تصویرتون رو من ندارم روی این. دیروز که تصادفاً تصویر شد، حالا امروز که میخوایم تصویر باشه تصویرتون رو ندارم. صدا دارم، صوتی گرفتم. خب شما بزنید ویدیو میاد روش، همون صوتی هم زده باشم. من نزد، من صوتی نزدم، من علامت دوربین رو زدم. من دوباره بهتون زنگ میزنم. خوشم میاد که ایرانی ها امکان نداره قبول کنن اشکال از اوناست. من همون کاری که قبلا کردم زدم. ببینید وقتی از طریق مسیج فیسبوک تماس میگیری، یه علامت ازم بزنید نشونتون بدن، یه علامت گوشی هست، یه قوطی زشتی درست کردن. به نظر من کار احمقانه هم اینا انجام دادن که علامت یعنی دوربین فیلم برداریه. بذارید من اینو نشونتون بدم، یه چیزی اقلا یاد بگیریم. تا اینو میزنیم اون میپره، اینم یه مکافاتی. تا من خواهم ازش عکس بگیرم اون میپره. در صورت دوستان، یکی از راه های ارتباط اینه که با فیسبوک برید تو قسمت مسیج. تو قسمت مسیج که میرید یه تلفن، یه چیزی مثل دوربین، یعنی یه قوطی یا یه اینجوری چیز، بعد پسویج هم که میتونید بنویسید. شما میتونید تلفنی به یه نفر تماس بگیرید، یعنی فقط صدا باشه. میتونید صدا و تصویر باشه. من تصویری زدم، ولی ایشون اگه ویدیوش آف باشه میتونه با من صدا صحبت کنه، آدیو فقط صحبت کنه. شما هم قبول نکن مگه ایرانی نیستی؟ چرا، والا ایرانی هستم، ولی تلاش میکنم که یه کمی از اینا یاد بگیرم ولی نمیشه. میگه تو آلمان خیلی زود جواب پناهندگی میدن، ولی اگر کسی دروغ بگه و برای دادگاه ثابت بشه، آتیلای عزیز اینو گفته، سلام آتیلا جان، ثابت بشه خیلی دیر به پروندهش رسیدگی میکنن. نسبت به این آقا که درخواست کمک کرده مشکوکم، چون تمام هزینه دوا و درمان را دولت آلمان پرداخت میکنه و همچنین پول ماهیانه هم مرتب بهش میدن. آتیلا جان، همین عکس این اتاق فسکلی رو نگاه کن. اولا خود آلمانیا، خود اروپایی ها، خود فرانسوی ها تو چه خونه هایی زندگی میکنن؟ تو کاخ زندگی میکنن؟ همه خونه ها کوچیک، جمع و جور. باور کنی من، همسرم، دختر داداشم، پسرم، اون موقع هنوز دخترم نداشتیم، 4 نفر توی اتاق کوچولو میخوابیدیم. اگه یکی میخواست بره دستشویی باید دواش میرفت که پاش نزنه به اون یکی. حالا این آقا اومده، ماشاءالله شکمش هم از من چاقتر، تختش اینجا، تلویزیونش هم از این تلویزیونای جدید چسبانده به دیوار، عکس شاخنشاخ هم چسبانده بغلش، همه وسایل هم اونجاست، دیدید، از جاروبرقی به دیوار و فلان اینا. بعد گله میکنه. احتمال 99% این یکی از همونایی هست که هر روزم بره یه جایی میگه او شما نمیدونم نفت ما رو بردید خوردید فلان اینها، طلبکارشون هم هست. بنده تو آلمان رفتم گندم رفتم انگور چیدم، ساعتی 1.5 مارک، اون موقع واحد پول مارک بود، 1.5 مارک. خوشحال اومدم خونه که 12 مارک گیرمون اومده، 1 مارک 2 مارک دادیم نهار را، 10 مارک میبریم خونه. اینجوری شروع کردیم. حالا این آقا میخوره و میخوابه، ناراحتی که چرا بهش خونه نمیدن. و گویا یه پرستار هم زبونی هم بهش دادن که میاد اونجا. کاوزی میگه حتما دوزه. آقا نگو، کلمه حتما استفاده نکنید. وضعیت زندگی در پاریس که به مراتب سختتر، نوشتی سخنرانی هست، خانه های کوچک. آقا ما پاریس اومدیم دور از جونتون، آسانسور که خبری نیست، 83 تا پله، وسط پله ها یه جایی گذاشتن شما میری یه کناری استراحت کنی، از بس این پله ها باریکه. اون وقت ما ایرانی ها، من نمیدونم این همه، ببخشید دیگه پوفیوز شدیم اصلا، گذشته از اون. حالا یه بار دیگه ما زنگ بزنیم ببینیم این دوست ما، کاش که گفته بودم ایشون زنگ بزنه. آها، آقا پدرام هم عکسش فرستاده. فدات بشم عزیزم، شاهزاده پهلوی بد میاد ازش. خب شما این عکس رو فرستادی اینجا که من به مردم نشون بدم یا ندم، یا برای من فرستادی؟
اینم آقا پدرام، خیلی ممنون، لطف کردی. همین که عکس تو برای من فرستادی یه درجه دوستیمون نزدیکتر میشه. البته حالا باید ببینیم این عکس فیک نباشه، باید بهت زنگ بزنم با فیس به فیسبوک ببینم خودتی یا نه. جناب سرویو گرامی کاملا درست، امکانات خوبی در اختیارش گذاشته و ایشون انگار طلبکار دولت آلمان هستش. توکل کنه به همون صاحب عکس، شاید واسش معجزه بشه. دمت گرم. 4 تا مثل شما بنویسه اون زوی بگه آقا مگه رضا پهلوی رو نکردی وکیل خوده؟ فعلا که جنبش تعطیل شده، بگو این وکیل قرمساده بیاد بره اونجا حقتو بگیره. آقا ملت عجیبی هستیم، هممونم به یه نوعی. حالا این سعید کاووسی من بعض وقتا باهاش کلکل میکنم، تا یه چیزی می‌نویسه میگم بابا من اقلا میگم کارمون خرابه، خودمون جز این دایره شتم، میدونی، جز این منجلابم. ولی شما میگی نسل پنجم یا نسل ششم، من فوری میگم روم هستی، اگه هستی خود دیگه همه اون هستیم دیگه. ولی اشکالی نداره که آدم بدونه کجاست، توی جای بدی هست سعی کنه خودش بکشه بالا، بدونه کجاست توی جای متعفنی هست بره یه جایی که بوی خوب میده، هوا چیزه. خب این خصوصیات تیپیکال جهان پنجمی عقب افتاده است. سعید کاووسی چیزایی به خصوصی داره، مثلا جهان سوم اینا رو قبول نداره، میگه اینا جهان پنجمی هم به همون احترام گذاشتن. قرار شد یه بحثایی بذاره ولی تنبل اونم. آقا همه دنبال پولن، هیچ که نمیخواد یه ساعت معینی بیاد بشینه. ببخشید تصحیح کنم، سعید خیلی دنبال پول نیست. اگرم دنبال پول نیستن ابلیگیشن نمیخوان. ابلیگیشن یعنی چی؟ تعهد من به شما داشته باشم یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر بیام بشینم اینجا. امروز خانم زموسی گفت برنامه تو چه ساعتی؟ گفتم من تو مریلند دارم کار میکنم، تا برسم اینجا نمیدونم. بعد وقتی میری شما یه کاری انجام بدی میگن 4 ساعت، بعد میشه 8 ساعت. من که نمیتونم کار اونا رو ول کنم، حالا مثلا عروس و دوماد دارن میرن کیک ببرن، من بگم 4 ساعتتون تموم شد، تازه خوشحال میشیم. از اون ساعت به بعد به ما به جای مثلا ساعت 100 دلار میدن ساعت 150 دلار، یه برابر و نیم. براشون نوشتن خانم زنوسی من به مجردی که برنامه اینجا کارم تموم بشه برای شما مینویسم. تا کارم تموم شد گفتم من دارم جمع میکنم میرم احتمالا ساعت 4 تا 5، تا رسیدم اینجا گفتم همون 4. میدونی ما یک کمی باید خودمون رو جمع کنیم بابا جون. خب پوزش میخوام، خیلی با عجله تایپ میکنم، غلط لغتی زیاد دارم. خب همین الان از امروز تصمیم بگی وقتی میخوای اون کلمه سند رو بزنی اول جمله خودتو بخونی. یه فیلمی هم هست به نام سند اگه اشتباه نکنم، که یه کسی یه ایمیلی اشتباه زد برای یه نفر، اینا فیلم جالبی باید باشه، شاید یادم نیست داستانش. خب اینم از این. اون سیف تری بنیاد نجات رو گفتیم. آقای مصطفی اسکندری، بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم ما چقدر باهوشیم، ما خودمون خبر نداریم. یه دفعه الان فکر کردم چرا من نباید بتونم نشون بدم این تماس با آقای اسکندری رو، باید بتونم این کارو بکنم. کامرای 3 ببینید، این کامرای 3 الان داره کامپیوتری که روبروی من هست نشون میده. میام اینجا میرم مسیج، حالا بردش این پایین پدر سخته، دوباره براتون چیز میکنم. ای خدا خفت کنه، فیسبوک بی خود نیست. این آقا بهت میگه فیسبوک، چه فرقی میکنه؟ مثلا شما گفتی فیسبوک، این چیه مرد سوکربرگ پول کمتری میخوره. خب اینجا نگاه کنید دوستان، وقتی که من زدم این مسیج اومد، ببینید اینجا آبی، این دوربین، یعنی دوربین فیلم برداریه، این تلفنه، من باز دوربینو میزنم. حالا زنگ میزنه، connected microphone okay، connected speaker okay، fail to start video، مهم نیست، view device setting. برای که ما از این دوتا دوربین میره تو کامپیوتر، نمیره تو این سیستم هایی که تماس میگیره. خب اینم از این. بس دیگه، بیشتر از این ما با آقای اسکندری وقتمون رو تلف نمی کنیم. ولی من یه نصیحتی به ایشون می کنم. شیرازی ها میگن وقتی میخوای یه چیزی بخوری
قاشق چیز خورید همراهت باشه. شما اگه میخوای فعالیت سیاسی کنی، فعال حقوق بشر باشی، باید اول این الفبای این چیزها رو یاد بگیری. من اتفاقا با یکی از همسلولیای شما یا همبندای شما، وقتی طرف میگه من با ایشون همسلولی بودم، اینا نمیدونم بند و دیگه سلول که نمیگن، نه سل اصلا یکیه، سل اونم غلط میگیم. یه آقایی به نام سامتینگ ابراهیم زاده بود، بعد گفت نه من نمیدونم، اونم بعد گفت اوج قدرت، بعد گفت آ تو اسماتو نگاه کن، بعد گفت شما اسم فلانی رو هم که هم زندانی من بوده اشتباه گفتی. گفتم برای که همتون قلابی هستین، همتون 10 تا اسم دارین، حالا کی با شما بوده؟ گفت من با نمیدونم چه طلاهای نابی، با آقای حالو هم زندانی بودم، با شغل سعدی خلوچل همشهری من دیوونه هم چیز بوده، با آقای اسکندری بوده، آقای اسکندری من امروز میخواستم بهت بگم خداییش من وقتی ویدیوهای شما رو دیدم فکر کردم شما منتالی پرابلم داری. یعنی دیدی بعضی ها مثلا ما فامیل داشتیم به من میگفت بلند شو بریم جورج بوش منتظر مانه بریم اونجا، دو روز دیگه میگفت که بگذاریم. باید اول آدم باشی. آخه این آدم باشی رو معیارش چیه؟ شما بیا ما یاد ما بده ما آدم باشیم مثل کی؟ مثل شما؟ الان شما به درجه آدمیت رسیدی؟ خوشحالی واقعا؟ نه اینجوری نمیشه در بری. شما اگه میخوای صحبت کنی باید بیا. ولی یه چیزی بهتون بگم دوستان، یه الاغ احمقی بود گفتم زنگ زد من تلفنش رو قطع کردم، بعد دلم برایش سوخت گفتم شاید خودکشی کنه و اینها، براش تکست فرستادم گفتم خب مردک اگه حرفی داری بیا حرف بزن. بعد روز جمعه صبح برنامه هم نداشتم، صبح اومدم نشستم تماس گرفتم گفت هستیم و گفتم خب واس کن، گفت نه برو زوم، گفتم من زومومی نیستم شما زوم بذار. این دیوانه احمق به سعید کاووسی زنگ زده، سعید اون گفتگو تو پخش کنم با با این، دمت گرم، خیلی از قشنگ از پسش بر اومدی. البته من یاد گرفتم حتی یه دقیقه وقت با اینا تلف نمی کنم تا بفهمم مزاحمم قطعشون میکنم، بلاکشون میکنم، شماره تلفن جدید میگیرن بگیرن، اونم قطع میکنم بلاک میکنم. بارها گفتم تو هزار بار شماره بگی من هزار بار قطع میکنم ببینم کی خسته میشه، ببینم شماره گرفتن و زنگ زدن مشکله یا جواب دادن و قطع کردن. خب سوالهای سخت نکن. از ملت عقب افتاده ژنتیکی دیکتاتوری در دی ان ای ماست. خب قانون اساسی و دوستی که از خلیج فارس نامه نوشته برای من براتون بخونم. امروز یه ویدیویی هم از دیروز گذاشت، امروز یه ویدیویی از دیروز، دیروز یه ویدیویی از آقای سهراب چمنارا گذاشتم روی فیسبوک خودم، روی فیسبوک مردم تیوی، روی لینکدین و روی توییتر، مجموع اینا 20,000 تا. حالا اگه کسی بخواد ایمیل هم بفرستن 1500 تا ایمیل وریفای شده داریم که البته حقیقتش اینه هر در روزی که میفرستی یه دوتاش مرده پیرن دیگه. خب برای این 20,000 نفر فرستادیم، من هنوز نمیدونم ما یوتیوب لینک رو که میذاریم روی فیسبوک اگه آقای موثری از فرانسه، از ایتالیا، از آلمان نگاه کنه یوتیوب یه شماره میره بالا، یا فیسبوک اینجا هم پدر سوخت بازی در میاره اونو میاره داخل خودش. دیدید یه لینکی که میذارید، یه لینک بذارید بعد میخواین لینک اونو بفرستید، اینقدر عدد و رقم و اینها بهش اضافه میکنه. آقا همه موندن مثل این لاشخورا که دارن میپرن که شما بیافتی زمین بیان اینجوری نوک بزنن شما رو تیک تیک کنن و بخورن. خب این دوستمون ایمیلشو گذاشتم اینجا براتون میخونم. لایف شو از خلیج فارس. سلام، لطفاً این مطلب را برای آقای چمن اول بفرستید، چمن آرا، که همه مشکل را در قانون اساسی میداند. اشتباهات تایپی اساسی قانون اساسی ایران. حوصله‌ام سر رفته بود، رفتم سراغ مطالعه قانون اساسی و متوجه اشتباهات تایپی بسیار در این قانون شدم. چند مورد از این اشتباهات رو با هم ببینیم. اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع، اصل 24
اولا این قانون اساسی، قانون اساسی آخونداست یا قانون اساسی مشروطه است یا قانون اساسی که آقای چمنارا نوشته؟ ببینید دوستان، این دوست ما مدت‌ها در تلویزیون مردم برنامه داشت، من مثل یه معلم نگاش میکنم، ولی همین دوستمونم اتیک، اخلاق، قوانین نوشتن رو رعایت نمیکنه که آقا شما باید یه توضیح به من بدید. شما یه فیلم سریال نگاه میکنی، جلسه دومش توی مهمونی بودی، یکی بهت میگه آقا برو فلان سریال نگاه کن، امشب میشینی نگاه میکنی، جلسه دومه، وقتی شروع میشه یه مقداری از جلسه اولش رو به شما میگه. نه دیگه آقا اسکندری، اینجا ببخشید ما یکم بد اخلاق هستیم، ولی اینجوریه. من که نمیتونم سه بار به شما زنگ بزنم شما نتونی چیز کنی، حالا شما زنگ میزنی تازه میخوای با تلفن من واسه این میکروفون بذارم اینجا تصویرتو بگیرم، اینجوری این که نمیشه عزیزم. آقای اسکندری، دوستان، مصطفی اسکندری داره از طریق فیسبوک زنگ میزنه، شماها با ایشون تماس بگیرید، شاید بتونید یک کاری انجام بدید. به نظر من کارهایی که ایشون انجام میده بی پایه، بی اساس، به همون اندازه بی اساس که فکر میکنه شاه یه شاه با سواد بوده و امروز به مسلمونا میپره، میگم آقا علت معلول شاه اسلام پناه آخون. خلاصه این دوستمون اصل 34، این اصل 25، این اصل 27، اون اصل 36، این اصل 33، اون اینا کتاب رو بستم و رفتم تو فکر چطور ممکنه این همه اشتباه تایپی رو کسی موقع چاپ متوجه نشده باشه. متوجه اشتباهات تایپی این قانون شدید؟ این قانون در ابتدای انقلاب نوشته شده، حالا آخرش نوشتن که این، ببینید من ممکن تا آخرش نمیخوندم، شما با توضیحاتتون یه جوری باشه. شما دیدین این فیلم ها، مثلا من یه فیلم امروز داشتم نگاه میکردم مال یزید ابن معاویه، یکی از بهترین برنامه های یوتیوب این پروفایله، برید نگاه کنید پروفایل، میرن تحقیق میکنن، صحبت میکنن، نظرات و دیگران رو میگن، تا حالا ندیدم نظر خودشون رو به اصطلاح داخلش بیارن. داشت راجع به یزید ابن معاویه میگفت، بعد دیدم همین دوستانم گفت یزید ابن معاویه اصلا چیز نبود و پدرش به اصطلاح گفته بوده که من تو کاخ نمیخوام زندگی کنم، بعد پدرش وقتی اینو میشنوه مادرش رو که حامله بوده میفسه میره، بعد مادرش سر یزید حامله بوده، گفتم آقا یزید اول دنیا اومده زندگی کرده و الان تو شکم مادرش، یا مادرش اینجوری بوده مادر یزید. خلاصه شاید من اشتباه کردم. در صورت فیلمایی هم الان جدیدن میسازن، هی شما رو میبره عقب، هی میاره جلو، برای که نمیتونن فیلم درست پر کنن. یکی از این فیلم‌ها رو دیروز دیدم، یه فیلم ایرانی بود، هی دو روز میره جلو، سه روز میره عقب، یه چیزی که گفتن آخرش، خب حالا شما منو گیج کردی، شما خیلی فیلمساز خوبی هستی. این روش سالها تو آمریکا بوده که اوپن اند، اون فرق میکنه با این گیج کردن. اینو اوپن اند میذارن آخرش تو تصمیم بگیری که این هنرپیشه که مثلا دزدی کرد زندان میفته یا آزاد میره مکزیک، که تو ایران این فیلم ها رو میمن آخرش یه صحنه شو نگه میداشت، میگفت و فلانی آمیگو فلان در تاریخ فلان دستگیر شد. میخواستن جنبه بد نداشته باشه، میخواستن تو ایران کسی بلند نشه بره بانک بزنه بعدم بگه خب همجور که از ایران میرن مکزیک، منم از آمریکا میرن مکزیک، منم از ایران بلند میشم میرم افغانستان. آقای چمنارا جواب این دوستمون رو داد و من براشون فرستادم. در هر صورت دوست عزیز، آقای چمنارا میگه قانون مشروطه اشکال داره، بعد میگه یه قانون مشروطه جدید و باید اجرا بشه. شما از حرفای آقای چمنارا اگه اشکالی میبینی بیا بگو، نه که این بنده خدا رو وردار ببر تو کوچه پس کوچه های قانون مشروطه و قانون جمهوری اسلامی، کارمون خیلی خرابه. خب اینم از این پتیک عزیز. ببینیم چی میگه. چند وقت پیش گفتم مؤسسه مطبوعاتی ارمنی در نیویورک هست که بالغ بر 110 سال عمر دارد. در گلندن مؤسسه خیریه هست که به همت ارامنه ایران پس از انقلاب تأسیس شده و بالغ بر 40 سال سابقه مفید در جامعه دارد. امیدوارم ایرانی های مقیم آمریکا هم به خود تکانی داده و منتظر رضا، این آقای نوشته رضا تنبل من میخونم، ولی چیزگشاد دعیوز نباشن. خب آتیلا
نوشته که دوستان صفحه آتیلا آریار هم برید ببینید، من الان نشونتون میدم. حکومت آلمان سوشال دموکرات هستش. متعجبم کار سلطنت طلبان تو آلمان چیست؟ حتما پول ماهیانه سوشال خوبه. خب بذارید من این صفحه آتیلا رو باز کنم اینجا. حالا چرا من سر میزنم و نوشته هاشو میخونم؟ دوستان وقتی با یه کسی دوست هستید، اون رو یه آدم اینترستینگ میبینی، آدم جالبی میبینی، صفحهشو فالو کنی یا باهاش دوست بشید. ببینید من الان اینجا میذارم select area و 16:9، این کارو میکنم که تمام صفحه کامپیوتر شما هم الان عکس آتیلا آریا بیاد و صفحه اون کمرای 3 نوشته های خیلی جالب، طنزهای خیلی جالب مینویسه و هم خنده داره هم آدم رو به فکر فرو میبره. این عکسشه، شدیدن کار میکنه، افتخار میکنم که دوستی مثل ایشون دارم. حتی میگه تو دبی هم بوده، اونجا کار میکرده تو همین کارهای ماشینالات. آقای این صندلیه اینجوریه، این جالبه، این صندلیه تو این بار اینجوریه، ببینی اینجوری اینجوری، ولی خب خیلی جالب، از بیرون میای بینی این خانمه با شورت نشسته و اینا. نوشته آنانی که دستی را که نانشان میداد گاز گرفتند، محکومند به بوسیدن پاهایی که لگدشان میزنند. اریک هاف. میگن مریم رجوی هر وقت قرار بود پشت درهای بسته با جان مکین و پامپئو و رودی جولیانی ملاقات داشته باشد، این استخاره ترانه را میکرد. همیشه هم آیا بدم میومد، این آهنگه بود، میگفت آیا بدم آیا نه. راجع به دخترش میخواست بده. خلاصه اینه. فرهاد از ایران نوشته که در زمان شاه در فیلم های سینمایی در آخر فیلم ها همه با چاقو کشته میشوند، پلیسی در کار نیست. خب اینم از این ماجرا. دوستان عزیز، ما میخواستیم یک ربع ساعت نیم ساعتی هم با آقای مصطفی اسکندری باشیم که ایشون نتونست به علت این عدم، نمیدونم دیگه، حالا اینجا میگن lack of communication، یعنی ما ارتباطمون اشکال داره، همون چیزی که اول برنامه گفتم. حالا که صحبت از این شد، حتما 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 اگه برنامه من رو از فیسبوک میبینید، از صفحه خودم، از تلویزیون مردم میبینید، اونجا رو فالو، خواستم بگم فیک فرند، اگر از یوتیوب میبینید حتما روی یوتیوب سابسکرایب رو بزنید، لایک رو بزنید و از دوستانی مثل پدرام عزیز که سالها ما رو میشناسه، از دوستانی دیگه که در کشورهای هستن که یه کافی با یه دونات میشه $10، خواهش میکنم که نه به خاطر اینکه من گشنه اونم، به خاطر اینکه ما ببینیم آه فلانی برای کارت ارزش قائله. اولا $10 یه کافی مهمونت کرده، والا بلا شما باورت نمیشه. من اصلا یه جایی نمیدونم، اونایی که منو میشناسن میدونه، من گفتم بهترین نوع کمک اینه که میرم اونجایی که کارگرها وایسادن، کسی نبردتشون سر کار، الان نزدیک زوره، هر چی داشته پول داده صبحونه، بچه‌ش هم تو خونه منتظر شیره، این هنوز سر کار نرفته، هی نگران چون کار نمیکنه، سیگار هم میکشه، سیگاری هم که باید برای یه پاکت برای یه روز بود الان تموم شده. $20 بدید به این، $10 نهار بخوره، $10 هم سیگار و میگارش رو الان یه بسته شکلات بخره ببره بچه‌ش تو خونه. متاسفانه نه در رژیم شاه نه در رژیم شیخ اینو ما یاد ندادن، یادمون دادن ما دستمون دراز باشه، فکر کنیم زرنگی، گدایی میکنیم، ما از شاه و شیخ گدایی میکنیم ولی فکر کنیم زرنگی، یک به نام رایانه، یک به نام نمیدونم خوراک مجانی در مدرسه، اونا پوفیوزا انگار که حالا گوشت خوردن، یه سگ استخون میندازن جلو ما، پوزن بهمون میدن. خب قانون اساسی و دوست ما از خلیج فارس، ممنونم. آقای چمنارا ویدیویی داره، بذارید من بهتون نشون بدم، در رابطه با پرویز ثابتیه، حتما برید ببینید
چمن آرا هرمز، نه آقای سهراب، هرمز برادر ایشونه. بله اینه صفحه آقای چمن آرا را بهتون نشون میدم، ویدیوش رو از طریق یوتیوب گذاشتم، چون من اگه اون ویدیو رو بگیرم دوباره بذارم یوتیوب یقه من رو میگیره. به آقای نیساری عزیز، آقا کجا هستی آقای نیساری؟ این انقلاب رفت رفت رفت، دید هیچ کدوم از شما نرفتین، گاه آقا هیچ که نیست برگشت. دوستان این انقلاب زن زندگی آزادی الان رسیدیم به جایی که دلمون خوشه که رفتن در خونه فلانی با لباس سفید رفتن و آهنگ از خون جوانان. جالب اینجاست این رفیق دوست کیه؟ یکی از اینایی که با رضا پهلوی گفته اینا خودشون مال مأمور جمهوری اسلامی هستن، اون سایتایی هم که میخواد کمکشون. عجب خر تو خریه، نمیشه حتی بگی شیر تو شیره. خب ممنون و متشکرم. درود کاکو سوربی، درود ورود آقای نیساری، و آقای نیساری هم با آقای بهرام آبتین که من اصلا هیچ رابطه بین آقای نیساری و آبتین هنوز نتونستم وصل کنم. ایشون به نظر من یه مهندس با سواد، بهرام آبتین یه بچه پررو بی سوادی که از کلاس پنجم ششم رفته جبهه و فلان و اینها، بعد زیر پای این بشینه زیر پای اون بشین عکس بگیر رسانده خودش به یه جایی، بعد کانترکت مانترکت و یا علی مدد و حالا در آلمان داره مفت میخوره و مفت میره. آقای نیساری دوستان میگه انقلاب خیزش دوم در راه است. متشکرم، امیدوارم که به اصطلاح این انقلاب به جایی برسه، ولی شدیم چوپان دروغگو عزیز دل. چی میگن اینجا؟ کراینگ وولف. شدیم چوپان دروغگو. اگه انقلابم بشه به مردم بگین بیان بیرون، نمیان. شما ببینید توی این ایام محرم هیچ کس نیمد از قبل به مردم بگه آقا اونی که امام حسین و فلان اینا رو قبول دارین، مگه شما قبول ندارین که اینا رفتن بهشت؟ پس دیگه چه مرگتونه که دارین؟ بذارین من اینو بذارم اینجا کمرای سه، اینم شیش اوزم. اگر امام حسین اینا تو بهشتن، چه مرگتونه که تو سرسینه خودتون میزنین؟ بیان امسال سفید بپوشین، زندگی امام حسین رو جشن بگیرید به وسیله قدردانی کردن از اینایی که پارسال کشته شدن، از این جوانای احساساتی که همه میخواستن خواننده بشن، همه میخواستن یه میکروفون دستشون باشه. ای کاش من تو ایران بودم، میرفتم گوشه یه پارکی میگفتم آقا باتون تو بزن سر من، ولی بزن این پسره بخونه، این دوست داره جلو دوربین باشه، نگاه کنین فیلماشون رو، یکیشون رو به من بگین وضع بدی داشته از لحاظ زندگی، همهشون جای خوب. چی شد؟ اون خوبی هم خستشون کرد، و ما هم نشستیم تو خارج گفتیم تمام شد، انقلاب شد، کی میریم ایران؟ اون بدبختار رو کشتن دادیم، حالا نشستیم اینجا. حالا امیدوارم آقای نیساری بله درست باشه این ماجرای انقلاب خیزش دوم. نه دیگه کاوسی دیگه، یه چیزی رو خیلی تکرار نکن، لوس و بی‌معنی میشه. خب اینم صفحه فیسبوک آقای چمنارا. دوستان شما ویدیو میتونید درست کنید برای ما بفرستید، ما براتون میذاریم روی یوتیوبی که 2000 خورده اونجا داریم، لینکشو میذاریم روی فیسبوک که 20000 تا این برور داریم، 50 دلار خودتون گذاشتین روی یوتیوب، لینکشو برای ما بفرستین، این نرخش میشه 25 دلار. ولی به من نگید آقای سوربی من این حرفو زدم، شما هم لطف کن برای دوستان پخش کن. لطف دیگه تموم شد. اینم از این. خب بیا این آقای بله، چون ایشون به من گفته بود که نوشتش مهمه. آقای چمنارای عزیز، وقتی شما ویدیو پر میکنی باید اون نوشته رو توی ویدیوت بگنجانی، اوکی، امبدش کنی توی اون. من اگه میخواستم به جای این ویدیو نوشته بدم مردم، دیگه نمیمدن نوشته میذاشتم، ولی چون نویسنده خوبی نیستم، فکر میکنم میتونم خوب حرف بزنم، میام حرف میزنم. شما هم حرف میزنی هم بعد نوشته تو میذاری اونجا، اوکی. بعد از گذشت یک سال از انقلاب زن زندگی آزادی در داخل ایران، با وجود تمام تلاش های رضا پهلوی برای انحراف و تحت الشعاع قرار دادن آن، این انقلاب ادامه دارد. قرار دادن آن انقلاب، جمله غلط،
انقلاب زن زندگی آزادی هرگز با تبلیغات رسانه‌های معلوم‌الحال خارج ایران برای رضا پهلوی و وکالت بازی او آهسته نخواهد شد، امیدواریم. ولی در یک سال گذشته آوردن جانی مشهور ساواک پرویز ثابتی به صحنه وکالت بازی رضا پهلوی یکی دیگر از لکه‌های ننگ قبل از سال 57 را رونمایی آشکار کرد. اگر اردشیر زاهدی زنده بود معلوم نیست این بار به رضا پهلوی به غیر از الدنگ چه میگفت. قبلا بهش گفته الدنگ. آنها که بالای 60 سال سن دارن خوب میدانن پرویز ثابتی کوست کیست، ببخشید، ولی کودنی رضا پهلوی به او اجازه تشخیص خوب از بد را نمیدهد. او هرگز ندانسته و نخواهد دانست چقدر افراد فریخته و دوستداران پهلوی سعی کردن او را به راه راست هدایت کنند و او مایه ناامیدی این دوستداران پهلوی شده است. پرویز ثابتی به خیال رضا پهلوی کارت برنده او برای وکالت بازی در یک سال گذشته بود که مثل بقیه انتخابهایش باعث شد بیشتر از گذشته ایرانیان او را بشناسند. پرویز ثابتی عضو گروه 4 نفره غارتگران جنایتکاران با حربه ساواک بودند که قبل از انقلاب 57 از ایران فرار کردند. این چهار نفر دامپزش سپهبد، دوستان این سپهبد ایادی دامپزش بود ولی دکتر شاه بود. بعضیا مسخره میکنن، من یه چی بهتون بگم، دامپزشکا بعضیاشون از پزشکا بهترن. دلیلش این که حیوان که نمیتونه بهشون حرف بزنه، ولی اینا انقدر بلدن که میتونن اون رو چیز کنن. شاه هم لابد دیده بابا چی بگم، خدایا، خب بله پزشک من کار میکرد، حجر یزدانی بانکدار بانک صادرات و گلدار گوسفند، نصیری هم یکیشون بوده، پزشک مخصوص شاه که فقط کارش تزریق هورمون بود. نصیری رئیس ساواک برای بدون اختیار که زیر نظر فردوس کار میکرد، حجر یزدانی بانکدار بانک صادرات و گلدار گوسفند تمام ایران و پرویز ثابتی که همه سابقه او را میدانند. هر چهار نفر همشهری سنگسری خراسان بودند. حجر یزدانی به کمک این سه نفر با زور و تهدید و حتی قتل صاحب تمام گله های گوسفند ایران و انحصار بازار گوشت ایران شد. برید صفحه آقای چمنارا ویدیوشو ببینید، زیر ویدیو براشون نظرتون رو بنویسید. و اما خود من قرار بود برم اون موقع حجر یزدانی کجا بود؟ آرژانتین بود یا کاستوریکا بود که بچه ها به شوخی هم میگفتن اگر رفتی حتما چراغ قوه ببر. خلاصه نمیدونم چی شد نرفتیم، میگفتن اونجا کارخونه درست کرده و ایرانی ها رو میکشه، خدا میدونه حالا دیگه اونجا چه ظلمی میکرده به این ایرانی های محتاج. من نمیدونم، اگه کسی خبر داره رفته براش کار کرده بگه. در صورت سعید جان این کاری که شما میکنی کار زشتیه، یعنی شما الان از دنیای طبقه شیشم اینا بیرون تر افتادی. میدون چرا؟ من اینجا بالاخره 5 نفر نشستم، هی شما مینویسی این درست نی، یه بار مینویسی، دو بار مینویسی، مخصوصا اونجایی که من دیگه میگم حالا ولش کن، این بحثی نیست که من و شما بتونیم شما بنویسی من حرف بزنم، این بحث بحثی که شما یه روز بیاید بشینی برای مردم تعریف کنی سعید کاووسی کی بوده، چه کار کرده، امروز چیه، بعد مردم نگاه میکنه میگه بابا عجب آدم خوبیه. اینجوری به نوشتن هی به این اون توهین کردن به جایی نخواهیم رسید، نه شما نه من. و اینجوری هی یکی پس از دیگری نوشتن به نظر من بی‌تربیتیه، ممکن نظر شما چیز دیگه باشه. دوستان عزیز اجازه بدید یک شنبه از شما خسته هستین بذاریم برین سراغ کارتون. و بله همین دوستمون ببین اینجا نوشته بودم برات پدرام، نگاه کن، اگر مرا دوست داری برایم عکس بفرست فلان. گفتم آقا این من یاد بچه های کلاس نهم و دهم میندازی، تو راه مدرسه و دبیرستان عاشق میشدن عکس بفرستن، من که شما میری میزنیم این 3000 تا ویدیو اونجاست، دیگه عکس منه برای چی میخواد؟ آخرم اینجا ننوشت که اون عکسشو من نشون بدم به شما یا نه. اینجا هم نوشته بود چاقو کشی چاقو کشته میشون، نمیدونم. در اصل این آقا پدرام هم ما هر کدومون در نوع خود یک معجون ناگفتنی هستیم، جدی میگم، حتما منم همینجوره. خب مرسی دوستان. و اینم خط بزنم، آقای چمنارا ویدیوشو نشون دادم در مورد پرویز ثابتی، به اون دوستمون در به اصطلاح کشورهای عربی خلیج فارس گفتم
این باد شما مینوشتی برای آقای چمنارا، من میفرستادم برای اون، اونم به شما جواب میداد. این اگر مرا دوست داری عکس ارسال کن. این همون بود که من نوشتم. خب آقا شما این همه مدت میگی برنامه منو دیدی، یا دروغ میگی یا خیلی آدم بی انصاف بی بخاری هستی. بعد حالا نوشته وقتی پولدار شدم برای حیات پول میفرستم. گفتم آقا این اشتباهه، عذر بدتر از گناهه. من اگر 20 دلار داشته باشم، دقت کنین دوستان، من اگر 20 دلار داشته باشم بیام ببینم یه نفر گرسنه است 10 دلارشو بدم به اون، من نصف داراییمو دادم. ولی یکی 100 هزار دلار داشته باشه 10 دلار بده که اصلا بلد نیست. و یادتون باشه همیشه اونایی کمک میکنن که کمتر پول دارن، باورتون میشه؟ یعنی بیشتر بخشنده هستن. صحبت از بخشندگی شد، بذارید من از پتیک تشکر کنم. همین خانمی که هفته پیش راجع به باتری برای صندلی چرخدارش گفتم، اون دوستمون که قرار بود پول بفرسه، گفتم که من 50 دلار میدم شما زحمت بکش. گفت آقا تو خودت میگی من 3 هفته از کار نکردم. گفتم آره. گفت خب پتیک اینجا پول دست من داره، من میفرسم. یعنی اصلا دیگه از بخشیدن به طرف اختیار تام داده که یکی دیگه شده وکیل این براش بازبخشش میکنه. و بذارید ببینم میتونم صحبت این خانم رو با این دوست ما که صحبت کرد، نمیدونم اینه عجیبه ها، نمیدونی چه خوشحالی تو صحبتهای اینا هست. حالا از اون خوشحالتر این دوست ما افشین خوشحال بود که میگه حالا تو میتونی بری بیرون. اونم میگه به هر کی زنگ زدم نیومده منو ببره، من خودم همینجوری رفتم بیرون. ببینید دوستان، تماشای به اصطلاح مشغولیات یک جوان تو ایران، رفتن بیرون و تماشا کردن دست روان میگن. چی میگن اینا؟ که دسته هایی که میان میرن، هیئت هایی که میان میرن. من میگه رفتم چی میگن؟ افشین بهش میگه تو خیلی برو بیرون، چون یه ما چی نداشتی دیگه، پا نداره دیگه، وقتی که چرخ صندلی داره باتری نداره که بری بیرون. بعد این گفته بود حالا برو بیرون لذت ببر تا هوا خوبه و فلان بیسار اینا. با 50 دلار من وقتی دوستان کمک میکنم، من احتیاج به شما ندارم. بالاخره یه حقوق بازنشستگی اینجا دارم، اینجا سالها کار کردم، یه چیزی برای خودم سرهم کردم، همین الان هنوز تا هنوز کار میکنم. اینجا تکون بخوری ساعت 25 دلار 30 دلار میتونی در بیاری. ولی شما نشون میدی که این سوالی که نشسته اونجا من براش ارزش قائلم. 2 ساعت برنامهش گوش کردم، 7 دلار 10 دلار براش میفرستم. اون دوستی که 75 دلار فرستاده بازم ازش ممنونم. بذارید یه بار دیگه من این نشون بدم و به شما هم بگم که چجوری میتونید برید تو صفحه یوتیوب. فیسبوک هم حتی این کار انجام میده، کمرای 3. بله ببینید، آقای امید زیغانی یا زیغانی 74 99، ایشون اگه برای من بنویسه چند داده اصلش که اینقدر شده. بعضی ها دوست دارن وقتی یه پولی میفرستن یه جایی اشعار و اینها باشه که بفهمن مثلا این دفعه 74 99 داده، امیدوارم هفته دفعه دیگه 75 بده، میفهمه که این مال اون دفعه است، این مال اون دفعه است. یه دوستی داشتیم با تلویزیون مردم برنامه داشت، وقتی برنامه داشت اینجوری پول میفرستاد. در اصل دوستان، ویدیوی ما تا چند دقیقه دیگه در یوتیوب حاضر میشه، چه از طریق فیسبوک لطف کنید فرند بشید، فالو کنید، حمایت کنید، چه از طریق یوتیوب اون سابسکرایب و بعد جوین و دیگه لایک و اینجا هم سوپر تانکس. این تانکس که یعنی تشکر، ممنونم، سوپر دیگه. وقتی با اینجا کمک میکنید سوپر دوپر. اصلا من دیگه اینم ور نمیدارم، لازم نیست منو ببینید، مگه میشه باید منو ببینید. خب مرسی، متشکرم. و آقای اسکندری از خودش یه سوال دیگه بکنه، حالا که یه فرصتی پیش اومده بود من چرا نتونم از این فرصت استفاده کنم؟ شماها نتونستید از فرصت درست استفاده کنید و اون طرف طلبکار من شده که آقا من زندانی سیاسی بودم، شما باید من برنامه بدی. گفتم هیچ برنامه‌ای، هیچ بایدی تو زندگی من وجود نداره. اگه نه آقا تلویزیونتون اسم گذاشتید مردمی،
گفتن این مثل شیرینی ناپلونیه، حتما میری تو قندلی میگی ناپلونی خریدم، یه دونه ناپلون هم به هم بده. برو آقا، هر وقت تو شیرینی ناپلونی به هد دادن، تلویزیون مردم هم میاد به شما برنامه مجانی بده. اونم چی؟ شما چی کار کردی که بردن زندان؟ چه حاصلی داشته برای مردم؟ همین جنبش زنان میبینید دوستان، میدونید چجوری ضرر شد به نفع، به ضرر مردم شد؟ این لایحه‌ای که دیروز از مجلس گذشت 15 تا مفاد یا مواد یا هر چی داشت شد 70 تا. تو اون 15 تا قرار بود اول جریمه کنن، اخطار بدن، اون دوتا رو هم برداشتن. حالا ببینید چه به سر مردم میارن، برای که یه نفر نیست که بگه آقا این کار رو انجام بدید، خانم این کار رو انجام بدید. بعد اگه دید مردم انجام نمیدن، بفهمه این نشستن جلو دوربین و قمپوز در کردن ما همه با هم هستیم چون همه با هم هستیم، مزخرفات چیه؟ این شعارا چیه؟ یا آقای بهرام آبتین میاد میگه ما قوم فلان و فلان میریم میزنیم و میکشیم و میگیریم. آقا چی داری میگی؟ تو تاریخ همیشه شما رو سرکوب کردن. حالا دو تا تفنگ هم گذاشته باشین تو روغن قایم کرده باشین، چه تفنگی داری؟ برنو داری؟ ام یک داری؟ اینا به درد عمه من میخوری که مرد بر بکن. چی داری میگی؟ اصلا دوره تفنگ گذشت، قرن بیستم تموم شد. اگه چه گوارا و فیدل کاسترو رو امروز بیارن از خودشون خندهشون میگیره، میگن ما چه احمقایی بودیم، دو تا بچه دکتر پولدار راه افتادن رفتن تو کوه و کمر، بعدم چه کار کردن؟ الان برید اسم فیدل کاسترو که میاد من یادم میاد به این سعید کابوسی باختم یک فلوت، راجع به تعداد بی سوادا و با سوادا بود توی کوبا. خب دوستان لایک، سابسکرایب، حمایت، یوتیوب، فیسبوک فراموش نشه همین الان. با امید دیدار، با امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر، روزهایی بدون دیکتاتور، چه از نوع شاه، چه از نوع شیخ، چه از نوع ارتشی، چه از نوع دیگران. روز روزگار بر شما باد.